لیزر برق هستم. حامد فرنگی موافق سرعت کش کادم جون. گرداب مغناطیسی میرزا قاسمی کیوان. آخه میرزا قاسمی که جز موافق طبیعه نیست. قانون بازی اینه که قدرت های موافق طبیعه رو بگی. چیکم فوقراده؟ نه نه اینا نه، یه چیزایی مثل نورم نامرئی. این بهترین نرم کننده ای که برای کاکال خوشگل من وجود داره، فقط درش باز نمیشه. درش رو باز کن. واو کیوان، بابت آژیر سرعت عمل میدونی که خب اون شکم خارق العاده رو خط بزن، ولی شست خارق العاده خیلی خوب بود. به نظر میاد شما دیگه بستتونه. باقیش مال خودمه. آواز و شادی، پیمان و دوستی، تو سفینه ی پرماجرا با پنگوان ها. سیجل کیوان. سه دو یک پنگوان ها. بیشتر و بیشتر بعدی. باشه، کدومشو میخوای؟ ستاره گمنام یا میدان مغناطیسی؟ دو میدان مغناطیسی. بریم که یه 5 ساعتی با این داستانا کیف بکنیم. بهتر از این نمیشه. تو کلبه مادر بزرگ یه کمد پر از این مجله هاست. ها؟ ها؟ تو بودی کیوان؟ شیرین شکر خارق العاده، از آن سیر نخواهید شد. به نظر من که عالیه. اول من یکی صدا رو ساکت کنه. فیجل، مگه نگفتم یه آهنگ به جای ناجیر بذار؟ من کم نه. همینه، با این سکوت صدای افکارم هم شنیده میشه. هیچی نمیشنوم. دکتر بنه کمتن. زنجیر قلابتو آماده کردی؟ بنه کمتن. این دفعه دیگه حتما میگیریمش. ها مطمئن شو که تیرت خطا نرا. بنه کمتن. بله کمتن. بله کاپیتان. تو اصلا حرف دیگه ای بلدی؟ نه کمتن، حتی میتونم پشت سر هم بگم اسید سیدیک اسید سوزیک اسید سیدیک اسید سوزیک. عالیه، خیلی خوب میتونی اسم اسیدا رو بگی. میچل. بله کاپیتان. وای تو دیگه نه. باشه چیه رفیق؟ پا تو از گلیم دراستر نکن. این دفعه همه چی باید خوب پیش بره. کاکولم در گروتون میذارم که اگر کاویتوس شیطانی رو نگیریم به تراشمش از سه. چی داده شما بکردی زرنگی؟ نداده چه من خودم زرنگ زرنگم. اصلا واسه همینه که همه منو دوست دارن. بعضی ها منو دوست دارن. مامانم منو دوست داره. و اصلا مهم اینه که چیزا داشت میریم چلوتر. یه نقشه تو فراتون کشیدم، برسید اونجا حالتونو میگیرم. چی شد؟
فیجل، تو ستاره روز شدی دوکی. بکشیمش نزدیک کابیتان. من به این سادگی هستی هیچ وقت تسلیم نمیشم. با تمام قدرت مقاومت. میخواد مقاومت کنه. بجنگ تا بجنگیم. هورا. این کابیتوسه. کابیتوسو گرفتین؟ من جواب میدم. سلام، گروه فضانوردان نینجا در خدمت شما. سرجوق باران هستم. باران جان، عزیزم، حالت چطوره؟ خیلی ممنون فرمانده، متشکرم. چه خدمتی از من برمیاد؟ وای خدای من، اینجا رو نگاه کن، چقدر مؤدب. بله البته، بقیه مشغولن؟ بله، اینجان. میتونم باشون توالت کن لطفا؟ البته، اینجان. ممنون فرشته مهربون من. پنگوانا، خوب گوش کنید. صداتون خوب میاد قربان. هر کاری میکنید دست نگه دارید. ولی قربان کابیتوس، یه موقع استرالی پنگانه، یه پیام استرالی طرف سیاره شکم و من میخوام که شما آقایون و دختر خانم مهربون دنبال این پیام بگیرید. زود باشید، عجله کنید، این قلاب بازیتون هم بعدا میتونید انجام بدید. ولی فرمانده متصل قلابمون یه... خب چی به قلاب گرفتید که اینقدر مهمه؟ در واقع هیچی قربان. خب این بهتره، حالا به سرعت سیاره شکم. تو هم که با اون شکم خارق العادت. آخ جون، این دفعه هم در رفت. اینقدر دیگه مونده که کابیتوس تو زندان باشه. نه نه نه، فکر کنم اینقدر یا یه ذره بزرگتر. اینقدر بود فکر کنم. آره این. هی آریا، اونجا رو نگاه. اینا یه کمی از وسایل سفینه کابیتوسه که بیرون ریخته. صبحانه. صبحانه معمولی که نیست، توش بر از شیرین شکره و توت فرنگی و شیر. یه صبحونه کامل و لذیذ. قربان اجازه بدید که صبحانه کامل رو به داخل جمع‌آوری کنیم. آره آره، تقریبا اینقدر. برای منم بیاری لطفا. پس اینقدر دیگه مونده؟ نه اینقدر. جالبه، فکر کنم دیگه کم کمیش نیروی باقی نمانده باشم. چی؟ بذار این حرفم تموم شه. منظور این بود که هیچ نیروی از جاذبه باقی نمانده. خیلی خوب، تیم محقق به دنبال من، حرکت به سمت اونجا. صبر کنید کمیتر، این عقربای من حسابی قاطی کردن، خودتون ببینید. این علائم خلل چقدر مصنوعی هن، همه شون عجیب غریب و نامنظم به نظر میرسن. بهتر سفینه رو پرواز بدم تو مدار مرزی که جاذبه کهکشانی عالیه. البته منم هم دقیقا همینو میخواستم بگم. پشت مدار. دکتر بریم. منم میتونم بیام. بیا. در یک روز آفتابی سبز چمنی گروه جستجوگر پا برزید. منم اومدم. اومدم. شما کی هستید؟ دو تا پنگوان و یه دختر کوچک. من تو دونه پیزا دارم، با یه نوشیدنی خوشمزه، اگه بخواید میتونی بیاید تو خونه خودتونه. عکسشه. اینه. جناب صدر اعظم، بیا من پیزا بخوری. بیا یه دونه بردار. میخوای میتونی دو تا برداری. بیا برو تو بخور دیگه، بخور دیگه. همش مال خودم باشه. مرسی چه مهربون، ولی نه نمیشه، من باید به وضعی فیگورم باشم.
شوخی کردم. و چند تا دیگه مونده هنوز. خب به این میگن یک گزارش هفتگی. او همه چی رو میخوره. قربان، ما یه تقاضای کمک از شما داشتیم. دوغ داری؟ خیلی خوشحالم شما اینجا یا ساعتا همه قاطی کردن. فقط همین؟ ساعتا هم قاطی کردن؟ هی از اینه ما تو سفینمون داریم. آره ما اونا رو تازه کش کردیم همین دیروز. همه سیاره عاشقشون شدن. من که هرچی میخورم سیر نمیشم. خیلی عجیبه. همون تصویری دارن که رو کابینه داشتن. کابینه فکر کنم من بتونم از اول همشون رو درست کنم. یه بار دیگه از مرکز میتونم همشون رو ریستشون بکنم. البته با ریست کردن میتونیم همه چیز رو اون میتونه ساعت از اول تنظیم کنه. آره همینه. همش چند دقیقه طول میکشه؟ میتونم با اینو بازی کنم؟ البته. میتونم با همشون؟ صد در صد. با این؟ بله. و با این؟ با این؟ و با اونا؟ کاملا ندیدم. همش مال خودته. صبر کن ببینم. این باور کردنی نیست. یعنی این بازی ها خیلی زیادن. چی شده؟ الان از وقتی سر و کله سلیمان پیدا شه و بخواد یه درس جدید بهمون بده. من که سلیمان این طرف رو نمیبینم. پس بگذاریم. خیلی خوب میشه که تا صبح بتونیم با هم بازی کنیم. آره خیلی. این آخرش بود کیوان. تموم شد. من پرم ولی بیشتر میخوام. بیشتر و بیشتر. نیدونم از کجا میشه بیشتر پیدا کرد. اینه جستجو کرد؟ ما الان روی مدار هستیم. اینجا نمیشه توقف کرد. خرابی جاذبه اینجا هم هست. ولی سلیمان شما ساب رستورانی. شما میدونی که هر غذایی را کجا میشه آورد. من واقعا نمیدونم آریا جان. ولی این شکم پرستیه. اگه اصل هم پیدا کردی به اندازه بخور. وگر نه خودتو مریض میکنی. نه بابا اصل نمیخوام. من شیرین شکر میخوام. نه آریه جان این فقط یک مثاله که میگه حتی اصل قوی و خوشمزه رو هم باید به اندازه خورد. اگه زیاده روی کنی مریض میشی و شکم پرستیه. من شکم پرست نیستم. من فقط بیشتر میخوام. دیگه نخور وقتی شکمت بهت میگه بسه. زیاده روی کردن تو هر چیزی خوب نیست جانم. زیاده روی کردن توی هر چیزی میتونه مریضت کنه اگر اعتدال رو رعایت نکنی. اعتدال؟ یعنی زیاده روی نکن چون غذا دور و برت خیلی داری. باید بدونی چه زمانی بگی بسه و دیگه نمیخوام کافیه. وقتی غذاش خیلی خوب باشه چی؟ هر چیزی زیادش برات بده. مهم نیست که چی باشه. آهای سلیمان! سلیمان! بکن بشینین. فکر کنم اشکل سیاره رو فهمیدم. سیاره شکم تحت تاثیر یه نیروی مغناطیسی قوی خارجی عمل میکنه. وای خدای من درست میگی میجن جونم. نگاه کن شکل سیاره داره دراز میشه. ترتیب روز و شب رو به هم میریزم. فکر نمی کنم ریست کردن ساعت کمک اون کنه. اینو بذاریم برای آخر. داره یه میدان مغناطیسی خیلی خفن به این سیاره آسیب میرسونه ها. قربانتو مادر. دارم میگم سیاره داره نابود میشه. دادا سب کن بازم بازی. جناب صدر اعظم. الان نه الان اصلا وقت ندارم. ببینم شیر داری پیشه ها؟ شیر داری؟ سیاره داره نابود میشه. سیاره داره نابود میشه. ها؟
تیم جستجوگر، سفینه و سیاره شکم در موقعیت خطرناکی هست. یک جتباد مغناطیسی بسیار قوی در سیاره هست. سیاره‌ای که شکلش عوض شده. بگی چی کار کنم؟ تمام؟ بری منم. من سعی کردم یه بار همه رو ریسیت کنم، یه بار دیگه همه کنترل رو عوض کردم، ولی نمیدونم چرا اینا با هم دیگه کار نه. خوردن بیش از 100 گرم در روز باعث میشه نیروی زیادی در شما ایجاد بشه که جاذبه رو بیشتر میکنه. بهش میگن تراکم شکم. این خوردنی ها جاذبه رو زیاد میکنه، همه رو سنگین تر میکنه، در واقع جاذبه رو به هم میریزه. عسل؟ شیرینی؟ صبر کن، سلیمان میگفت حتی اگه عسل هم پیدا کردیم باید کم بخوریم وگرنه مریض میشیم. همینه. بیشتر؟ نه خیرم، دیگه بسه. نکن، بهتر شد. میجل، بذار اینا رو بندازیم تو زباله‌دان فضایی. اینا جاذبه رو به هم میزنن و ما از اینا یاد داریم. خیلی خوبه، الان درستش میکنم. دریچه ها باز؟ یه کمی حشره ای نیست؟ منظورم به پنگوئنی نیست؟ پرنده ای؟ نه، فشار هوا اول جعبه ها رو میبره. ببینی این آشغاله رو باید دور ریخت. جواب میده. به کاپیتان گزارش بده. کاپیتان، کاپیتان، مشکل خوردنی هاست، بریزشون دور، دیگه نخورینشون. با نمیتونه تو رو بشنوه آریا، اون محوه بازی شده. بازی رایانه ای؟ یه فکری کردم، میجل، میشه تصویر منو تو سیاره پخش کنی؟ فکر کنم بشه. 3، 2، 1 حرکت. مردم خوب سیاره، زیاد خوردن تنکاریه، باید بس کنید. بگید بسه و اعتدال داشته باشید. خودتونو با غذا پر نکنید، این شما رو مریض میکنه. به بدنتون توجه داشته باشید، نذارید که در دام بیفتید. فقط بگید کافیه. کافیه؟ کافیه. زود باشید، خوردنی ها رو تو خلای فضایی بندازید. باید بیشتر دارینش رو بگید. راست میگن ها، زیاد روی تو هیچ چیز اصلا خوب نیست. من باید دیگه بگم برای من دیگه کافیه. یه ذره دیگه چکشور میخوای؟ ها؟
چرا خندیدم؟ خنده دار اصلا نبود. خیلی ممنون از دوستان عزیز که تشریف آوردید. برای تشکر از زحمات بی دریغ شما تصمیم گرفتم که چند عکس هنری را به شما نشون بدم. خنده با چشم چپ، فوران احساس خشم، نمایش شف. بعد از کارای روزانه هیچی به اندازه یه لیوان چای نمیچسبه. من عاشق چاییم. منم همینطور خانم خوشگیلا. به من میگن پسر پولادین، چشمم لیزر داره، گوشم مافوق صوته و سرعتم از نور بیشتره و میتونم پرواز کنم. بله بله آقای آریا، منظورم آقای پولادینه. پس با این همه خارق‌العاده هایی که داری چرا کاراتو خوب انجام نمیدی؟ باره راست میگی آبجی، بذار اول خودم رو یک کمی قوی کنم بعدش. ای قربون این پسر شگفت‌انگیزم برم من. منم میخوام شماها رو غافلگیر کنم با یه چیز خیلی خیلی خوشمزه. سمبوسه های مادر بزرگ با کالباس و سس کاری. میدونی مادر بزرگ، من امروز به اندازه کافی خوردم. شاید یه روز دیگه. منم همینطور. منو بگو که میخواستم بگم فقط یکی بردارید. ولی خب اگه میگید نمیخوریم. نمیخوریم. باشه باشه. شکر برای روز پرهیجان و غذای سالمی که داشتیم و ممنون به خاطر مامانی و آقای پولادین با قدرت‌های خارق‌العاده‌اش. آمین. آریا شکمو، داری همونی میخوری که من فکر میکنم؟ میدونم، برای یه امروز کافیه. ولی مامانی گفت فقط یکی، حتی اگه اصلا میخوای بخوری به اندازه، یادته؟ من فقط نگهش داشتم، مال فرداست. نگاه کن، برای تو هم آوردم. مرسی، منم فردا میخورمش. ما به اندازه کافی امروز شیرینی خوردیم.